آقای محمدی، در رابطه با جشنواره بفرمایید نظرتون در ارتباط با برگزاری جشنواره‌ای مثل سینه ایران چه است؟ عرض کنم که به هر حال برگزاری فستیوال کار خیلی دشواری هستش و سینه ایران فکر می‌کنم سومین سال برگزاریش است و یعنی نشون میده که به هر حال با تلاش‌های فراوان تونستن این فستیوال رو به سال سوم برسونن و انجای تبریک داره و مطمئناً این ممکن نخواهد بود به جز اینکه کامیونیتی ایرانی، حالا بیزنس ها، چه تماشاگران، علاقه‌مندان، مدیا مثل خود شما، اینها اگر نباشن هیچ اتفاقی نمیتونه ادامه دار باشه و من فکر می‌کنم این خیلی خوبه که این سومی سال داره برگزار میشه و حتما به سالهای دیگه هم با این حمایت ها خواهد رسید. شما حتما لیست و اسامی فیلم هایی که امسال قرار نمایش داده بشه رو دیدید، در مقایسه با سالهای گذشته به نظرتون تغییر مثبتی از نظر کیفی یا کمی بوده در انتخاب این فیلم ها یا خیر؟ ببینید، من پارسال متاسفانه چون اینجا نبودم، فقط روز افتتاحیه تونستم بیام، بعدش سفر بودم، ولی امسال فیلم ها رو که دیدم، خب تعدادش رو به خاطر کارم میفرستن دیدم و یه چند تایش رو ندیدم، ولی فکر میکنم اون تعدادی که اتفاقا ندیدم فیلم هاست که خودم خیلی دوست دارم ببینم و فیلم هایی هم که دیدم به طب سلیقه های مختلفی هست که مردم باید بیان ببینن و بعدش آدم راجبش صحبت بکنه. شما به معنی که فیلمساز و یه مستندساز به طور خاص، نظرتون چیه در مورد که بخشی در جشنواره سینه ایران شروع به کار بکنه در نمایش کارهای مستند به فارسی زبانه؟ اتفاقا این سوال خوبیه، چون من این کار رو وقتی مدیر بخش سینمای تیرگان بودم در یه دوره گذشته این کار رو کردم، یعنی اومدم پیشنهاد دادم و تیرگان هم حمایت کرد، ما اومدیم مستند رو وارد بخش سینمای تیرگان کردیم و حمایت کردیم، به خصوص از فیلمسازهای کامیونیتی خودمون که مستند ساختن و فکر می‌کنم اینجا هم این اتفاق اگر بیفته و سینمای مستند در واقع سینمایی است که در آینده ما بیشتر خواهیم شنید ازش و من فکر می‌کنم سینما حتی به طور کلی در آینده شاید به شکل قوی تری به شکل مستندسازی خواهد رفت و مردم اون تصویری که از مستند دارن رو مطمئناً تغییر خواهد داد و به اصطلاح تنوع ساختار مستند در دنیای امروز میبره تماشاگر رو به اون سمت که شوق بیشتری برای دیدن فیلم های مستند داشته باشه و خوبه که این اتفاق در این فستیوال ها هم بیفته. و چه خبر از آخرین اکران های فیلم مستند خودتون؟ آخرین فیلمتون آواز خدا قرار هست به اکران عمومی برسه و اگر قرار شده کی قرار این اتفاق بیفته؟ بله، خوشبختانه آواز خدا بعد از دو تا اکران خصوصی بعد چند تا فستیوال روز 5 دسامبر اولین نمایش عمومیشو توی فیرویو لایبرری تئاتر خواهد داشت که امیدوارم که علاقمندان به تنبور و به قول معروف مستند درباره تنبور نوازان برای دیدن فیلم بیان. خیلی متشکرم و موفق باشید. از شما هم تشکر می‌کنم و بینندگان AMG TV.